شیخ محمد تقی زاکری مشاور سازمانهای حقوقی شیعه از واشنگتن با ما همراه هستند. جناب زاکری سلام، خوش آمدید به اخبار شیعه. سلام علیکم، سلام بر شما و همکاران محترمتون و بینندگان عزیز. امیدوارم این ایام اعیاد شعبانیه انشاءالله بر همه مؤمنین و بر همه انسانها به ما هم انسان مبارک باشه انشاءالله. ممنونم، زنده باشید. جناب زاکری، از منظر دینی عدالت اجتماعی چه مفهومی داره و چگونه بر آن تاکید شده است؟ بفرمایید. عدالت رو قبل از آنی که با اجتماع ربطش بدیم، باید بدونیم که عدالت یکی از ویژگی‌های مهمی است که خداوند آن را برای عموم بشر دانسته و مهم قرار داده، تا اونجایی که ما برای نماز جماعت نیاز داریم به عدالت، برای تقلید نیاز داریم به عدالت، که اینها عدالت فردیه قبل از آنی که بشه به عدالت اجتماعی منتقل بشه. عدالت اجتماعی مرکب است از عدالت فردی، و این عدالت فردی یک فرهنگ، افراد باید فرهنگ خود دوستی، دیگر دوستی، این رو باید یاد بگیرن، یک فرهنگی در آنها به وجود بیاد و بعد شروع بشه از فردی خارج بشه به عدالت اجتماعی برسه. امیر مؤمنان در فرمایشی میفرماد که مردم یا برادر دینی تو هستند و یا همانند تو انسانیت رو دارن و انسان هستند. بله. در خلقت همانند تو هستند. پس بنابراین عدالت اجتماعی که مرکب است از عدالت فردی و عدالت دیگر دوستی، این یک ملکه است، باید در افراد به وجود بیاد تا بشه اون را در جامعه به انجام رسوند. بله. آیا آنچه که توسط سازمان ملل به عنوان مصادیق این روز برشمرده شده در مفاهیم دینی هم مورد توجه قرار گرفته؟ ببینید، سازمان ملل یک سازمانیه که مجموعه فرهنگ ها و افکار و اندیشه های کشورهای مختلف و ادیان مختلف رو در بر میگیره. سازمان ملل یک مجمعی است که افراد با بینش ها و اندیشه های متفاوتی جمع میشن اونجا و به همدیگه یاد میدن چگونه میشود بهترین ها رو در جامعه انجام داد. ادیان الهی، چه مسیحیت و یهودیت و اسلام، اینها هر یکی از اینها به اندازه ای که توانستن در سازمان ملل نفوذ بکنن، توانستن افکار و اندیشه های خودشون رو هم اونجا پیاده بکنن. یک نمادی در سازمان ملل هست که اون نماد نامه آقا امیرالمؤمنین به مالکه اشتره، و امیرالمؤمنان به عنوان عادل ترین زمامدار در انسانیت و انسانها قلمداد شده. اونجا تشیع به عنوان یک جهت بسیار بسیار امینی قلمداد شده که میشه از او برای عدالت فردی و اجتماعی و تحقق آزادی های فردی و آزادی های اجتماعی از اون بهره گرفت. لذا به هر اندازه‌ای که روحانیون محترم یا هدفمندها و بزرگانی که در مذهب و اسلام هستن، اینها هر چی در سازمان ملل بیشتر وجود داشته باشن، بیشتر میتونن اون را به اونها برسونن، هر فکر و اندیشه ای را، و اونها هم میپذیرن، چون مجموعا قرار بر این هست که خوبی ها را به انجام برسانن و مردم را به همدیگه نزدیک بکنن. عدالت اجتماعی یکی از مسائل بزرگ است که سازمان ملل میکوشد اون را بتواند در کشورها به انجام برساند و عمل کند. بله. جناب زاکری، برای رسیدن به یک عدالت فراگیر حکومت‌ها و مردم چه وظیفه‌ای دارند؟ مردم باید هر یکی ازشون سعی بکنه، هر انسانی سعی بکنه خودش را عادل قرار بده. این مسئله مهمه که ما در منزل هامون، در خانه هامون، همسر به شوهر اقتدا نمی کنه چون اون را عادل نمی دانه. دو تا برادر به همدیگه اقتدا نمی کنن چون او را عادل نمی دانن. مردم به امام جماعتی اقتدا می کنن که او را عادل بدانن. پس اگر ما این عدالت را توانستیم از خانه های خودمون شروع بکنیم که همسر و فرزندان ما را به عنوان عادل قبول بکنن، عادل یعنی این که ظلم نمی کنه،
فعل قبیح را هم در ملأ عام انجام نمیده. این مفهوم عدالته. اگر توانستیم عدالت رو توی خونه ها اجرا بکنیم، به همون اندازه خواهیم توانست که در جامعه اون را به انجام برسانیم. و من خیال میکنم حکام هم باید همین مطلب را در واقع در نظر بگیرن و کلاه خودشون را قاضی بکنن، ببینن واقعا همسر و فرزندانشون قبولشون دارن به عنوان یک حاکم، تا بعد بیایم ببینیم توده مردم اونها را قبول دارن یا نه. ولذا خیال میکنم هر مدتی یک بار باید یک برنامه ای درست بشه که از مردم سوال بشه، یک همه پرسی چیزی در هر منطقه، در غرب هست، اروپا، آمریکا، کشورهایی که ادعای دموکراتیک دارن، اونها دارن همه پرسی هایی را که سازمان های متخصصی برای این کار زنگ میزنن به افراد، شماره ها را راندوملی میگیرن، زنگ میزنن و نظرسنجی میکنن که رضایت شما از این حاکم چقدره. حتما شما در قصه انتخابات ها و اینا میتونید در اخبار انتخابات ببینید که قبل از انتخابات این سازمان های نظرسنجی بیان میکنن که فلان آقا، فلان کاندید یا فلان خانم این چند درصد مورد مقبولیت نزد مردم داره. این مشکل و این مسئله به طور کلی در کشورهای خاورمیانه وجود نداره. متاسفانه کشورهای خاورمیانه، کشورهای اسلامی متاسفانه از نظرسنجی میترسن و لذا هیچ نظرسنجی نمی کنن تا معلوم بشه چقدر مورد قبول مردم هستن. به نظر من خیلی مهمه که انجام بشه. ممنونم. شیخ محمد تقی زاکری از واشنگتن با ما همراه بودند.